استفاده ابزاری از زنان از سوی نهادهای زیر نام مدنی، ترویج فرهنگ غربی با نشر سریال‌های غربی و ترکی از سوی برخی رسانه‌ها، افزایش خشونت و نیز کمرنگ بودن آنان در عرصه تجارت و بخش‌های دیگر از چالش‌ها صد راه زنان در یک دهه گذشته گفته می‌شود. اکنون مسئولان در وزارت تجارت و صنایع نقش زنان را در رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤثر دانسته، از کمرنگ بودن آنان در این عرصه ابراز نگرانی می‌کنند. خانم های زیاد است در داخل افغانستان که یا تجارت داره یا سرمایه گذاری کرده در بخش های مختلف، ولی به او شکلی که در دیگه کشورها است یا در دنیای پیشرفته است به او تعداد ما نداریم، و اگر تجارتشان هم داریم زیادتر دخیل هستند در بخش های صنایع دستی و یک تعداد در سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ولی ما خانم ما داریم که در بخش کانسترکشن، در بخش ساختمانی، در بخش های لوجستیک اونا دخیل هستند که اونا هم پروژه کلان پیش میبره. در این حال آقای مزمل از تلاش ها برای رشد توانمندی زنان و تشویق آنان در عرصه تجارت و سرمایه گذاری در کشور خبر میدهد. وزارت امور زنان یک جا با وزارت کار و مجتمعی یک پلان عملی به خاطر برنامه های اقتصادی زنان دارند، ان قریب پلان هم عرصه عمل پیاده میشه و امیدوار هستم خواهرای ما از این پلان استفاده خوب داشته باشند. همچنان وزارت زنان یک استراتژی مسئولیت اجتماعی را، مسئولیت اقتصادی را روی دست دارند نهادینه نشده. این گفته ها در حال مطرح می شود که مکنون زنان کشور با ده ها مشکل به ویژه در مناطق دورافتاده کشور دست و پنجه نرم می کنند.